رویداد ترافیکی در ایران جان 10 شهروند افغانستان را گرفت. 3 عضو یک خانواده در پای فرو ریختن سقف اتاق در بغلان جان باختند. دروازه‌بان شمال از میان برداشته شد. انفجار مهیب شمال پایه‌های حکومت طالبان را از بین برد. ایران و عربستان سعودی به سرگیری روابط دیپلماتیک توافق کردند. و هشدار مشترک بریتانیا و فرانسه به ایران در مورد برنامه هسته‌ای و موشکی. مشروع خبرها با گزارش رسانه‌های ایران در پی رویداد ترافیکی در این کشور در شهروند افغانستان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری تسنیم به نقل از مسئولان امنیتی ایران گزارش داده است که این رویداد ترافیکی جمعه شب 19 اوت در شهرهای فارس رخ داده است. عبدالهاشم دهقانی فرمانده پلیس شهرهای فارس گفته که این حادثه ترافیکی در محور نیرز، محور قدرویه، سیرجان به وقوع پیوسته است. بر بنیاد اطلاعات نشر شده این رویداد در پی برخورد یک موتر نو پژو با موتر نو ایسوزو رخ داده است. مسئولان ایرانی علت وقوع این رویداد را سرعت غیر مجاز موتر دانستند. رویدادهای ترافیکی هر از گاهی از شهروندان افغانستان که به گونه قاچاقی به ایران می روند قربانی می گیرد. 3 عضو یک خانواده در پی فرو ریختن سقف اتاق در بغلان جان باختند. منابع محلی در بغلان می گویند که در نتیجه فرو ریختن سقف اتاق یک خانه در این ولایت 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد جمعه شب 19 اوت در روستای فرخانبل ولسوالی خوست ولایت بغلان رخ داده است. اطلاعات منابع حاکی از آن است که قربانیان این رویداد طبیعی اعضای خانواده هستند. گفته می شود که وضعیت صحی یکی از زخمیان خوب نیست. ریزش باران علت سقوط سقف این خانه گفته شده است. گفتنی است که در پی رویداد مشابه در ولایت کنر در شرق افغانستان نیز اعضای خانواده جان باختند. ابو مسلم شهزاد بدون ایجاد حکومت بر اساس اراده مردم و دارای مقبولیت داخلی و مشروعیت جهانی، حاکمیت طالبانی با شکست روبرو خواهد شد. انفجارهای پیهم نشان می‌دهد که گروه‌های افراطی دیگر به طالبان می‌گویند که اسلام شما درست نیست و حاکمیتتان هم به زور تفنگ است. او در ادامه گفته است این را تو روی به ترکستان است. رزاق مامون دروازه‌بان بلخ از قندهار آمد نه از کابل. روسیه سیگار در افغانستان اخلالگری می کند. ماجرای قادرشاه در سفارت دهلی. از ترتیبات رسمی در شهر کابل برای دفن و کفن داود مزمل والی بلخ چندان خبر نیست. روسیه می گوید که جان سپکو رئیس سیگار به مقصد اخلال تلاش‌های منطقه در فعالیت است. گزارشی بود از رزاق مامون کارشناس مسائل سیاسی افغانستان. ایران و عربستان سعودی به سرگیری روابط دیپلماتیک توافق کردند. ایران و عربستان سعودی توافق کردند تا روابط دیپلماتیکشان را پس از سالها تنش از سر بگیرند و سفارت‌های خود را در دو کشور بازگشایی کنند. این تنش‌ها شامل حمله ویرانگر به قلب تولید نفت دولت سلطنتی عربستان سعودی نیز می‌شود که به ایران منسوب داده شده است، اما تهران دخالت در آن حمله را رد کرده است. این توافق در هفته جاری در بیجینگ پایتخت چین صورت گرفت و این توافق نشان دهنده یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای چین تلقی شده، زیرا کشورهای خلیج فارس تصور میکنند که ایالات متحده با آرامی از شرق میانه بزرگتر خارج میشود. توافق میان تهران و ریاض همچنین در حال صورت گرفته است که دیپلمات‌ها تلاش می‌کنند به جنگ چندین ساله در یمن خاتمه دهند. در جنگ یمن ایران از شورشیان حوثی یمن حمایت می‌کند و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از حکومت برکنار شده آن کشور. دو کشور بیانیه مشترک با چین در مورد این توافق نشر کرد و ظاهراً بیجینگ میانجی این توافق بود، اما رسانه‌های دولتی چین به طور فوری از این توافق گزارش ندادند. یک رسانه دولتی ایران تصاویر و ویدئویی را منتشر کرد که علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران را در کنار یک مقام سعودی و یک مقام چینی نشان می‌داد. تلویزیون دولتی ایران اعلام گزارش کرده است که پس از اجرای این تصمیم وزیران خارجه دو کشور برای آمادگی برای تبادل سفرها با یکدیگر دیدار خواهند کرد. بر اساس این گزارش مذاکرات برای از سرگیری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان سعودی در 4 روز انجام شده است.
در همین حال قصر سفید گفته است که از توافق ایران و عربستان سعودی استقبال میکند، اما شک دارد که تهران بر تعهدات خود عمل کند. هشدار مشترک بریتانیا و فرانسه به ایران در مورد برنامه هسته‌ای و موشکی. مکرون و سوناک در مورد فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در پاریس به یکدیگر دیدار کردند. این دو سیاستمدار در جریان برگزاری 36مین اجلاس سران فرانسه و بریتانیا ضمن تاکید بر دوستی و همکاری دیرینه بیانیه مشترک را درباره گسترش روابط دو کشور و همچنین مسائل مختلف از جمله جنگ در اوکراین، جامعه سیاسی اروپا و سایر مسائل بین‌المللی از جمله فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران امضا کردند. بر اساس این بیانیه‌ای که در وبسایت دولت بریتانیا منتشر شده است، مکرون و سوناک در این دیدار با یکدیگر بر عزم خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای تاکید کردند. این دو کشور با ابراز نگرانی از شدت گرفتن برنامه هسته‌ای ایران به ویژه پس از اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی درباره یافتن ذرات اورانیوم با غنای 83.7% در بیانیه مشترک اعلام کرده است که این موضوع نشان دهنده یک پیشرفت بی سابقه و بسیار جدی در برنامه هسته‌ای ایران است. از جمهوری اسلامی انتظار می رود که به طور کامل با آژانس همکاری کند تا منشأ این ذرات مشخص شود و در عین حال به تمام تعهدات بین المللی الزام آور قانونی در اعمال پادمان های مؤثر پابند باشند. آنها همچنین به نگرانی های جدی در مورد فعالیت های بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه و اطراف آن و رفتار تهدیدآمیز ایران در مورد افراد مقیم اروپا اشاره کردند. در این بیانیه درباره فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک و کروز ایران از جمله انتقال فناوری موشکی و انتقال هواپیماهای بدون سرنشین و تسلیحات نیز ابراز نگرانی شده و انتقال پهپادهای ایران در حمایت از تجاوز روسیه به اوکراین محکوم شده است. فرانسه و بریتانیا در بیانیه خود در مورد تحویل سلاح‌های جدید به روسیه به ویژه موشک‌های بالستیک که تنش را تجدید می‌کند به ایران هشدار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند که به طور کامل به تمام قطعنامه‌های مربوط پایبند باشند. این دو کشور تأکید کرده است که هماهنگی خود را برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانمندی تسلیحات هسته‌ای و مقابله با تکثیر موشک‌ها و پهپادها به عنوان یک تهدید مستقیم برای ثبات منطقه‌ای اروپایی و بین‌المللی تقویت خواهند کرد. امانوئل مکرون و ریشی سوناک همچنین در بیانیه مشترک خود با واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین تاکید کردند. با گذشت بیش از یک سال از جنگ تجاوزکارانه و غیر قانونی روسیه علیه اوکراین مصمم هستیم که با تهدید روسیه برای امنیت اروپا مقابله کنیم و تا هر زمانی که جنگ طول بکشد به اوکراین حمایت تزلزل‌ناپذیر نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی ارائه کنیم.